انوار شناس خوبی؟ نه اصلا علم جانم سلام کردم. سلام میکنم به تمام بیننده های گپ تایم. با امید همراه هستیم در شب یلدایی گپ تایم. داره انار انتخاب میکنه. ما اومدیم در نسبت چند سالی ازش سال بپرسیم. برو عزیزم، ما که اصلا در خدمتیم. قربونت برم. من بگم زهلو؟ بله بفرمایید. سلام هم بگید. فراوان خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم با انار. خیلی ممنون سر هندونم بگیری. امید اولین چیزی که امروز صبح بیدار شدی بهش فکر کردی چی بود؟ کار. نه شما چرا؟ شما چرا؟ من کمرم بیل خورده. آره دیگه صبح با چه شما میکنی کجا باید بری سر کار؟ خب اگه بخوای خودتو تو سه کلمه خلاصه کنی؟ آقا گل رومخ. صدای چه کسی رو میتونی تقلید کنی؟ از کی؟ بچه خودمون؟ از هر کسی که مردم هم بشناسن، بیننده هم بشناسن بتونن اعتراض برقرار کنن. تو کار تقلید صدا نیستم به طور کلی. تو خیلی برای صدا رو خوب امید لحجه خوب در میارم. آره بگو لحجه کی میتونی؟ ببین یه لحجه که خیلی دوست دارم تاب برقرار کنم، همین لحجه کرمانشاهیه. به مام ربطش دارم میگم بچه کرمانشاهی؟ نه متاسفانه، خب من کودک که بودم فوتبال بازی میکردم کرمانشاه، لهجهشون رو یاد گرفتم. بعد یه سری مثالای خیلی بانمکی دارن، مثلا میخوان بگن ولمون کن، میگه کوره بزارمان، یعنی ولمون کن. یا مثلا شیتمان کردی، یعنی دیوونمون کردی. خیلی باحال لهجهشون. آره خب یکم برای من جدا میکنیم واسه خودت. جدا کردم دیگه، چند نفری مگه شما؟ یه دونه انار بیشتر میخوای؟ این برای تو، من میخوام ببرم خونه خودم. برای خونه تون میخوای؟ خب بگو اهل خونه بخرن دیگه. حالا ما تا اینجا اومدیم، انارش خیلی خوبه. برو این همه من نمیتونم زیاده. اگه مجری تهیه کننده نبودی دوست داشتی چیکار کنی؟ اگه چی بودم؟ اگه مجری تهیه کننده نبودی دوست داشتی چیکار کنی؟ والا من تمام زندگیم تلاش کردم فوتبالیست شم، شدم مجری. آره دوست داشتی فوتبالیست بشی؟ آره دیگه، یا فوتبالیست میشدم یا بالاخره بازیگری یه چیزی همین دوره بره، چون تئاترم کار کردم. آره به بازیگری خیلی علاقه دارم. خیلی ممنون. بهترین مجری دنیا فکر می‌کنی کیه؟ حالا خارجی ایرانی فرق نمی‌کنه. بریم تو پولم بدیم همینجور که بودن کارم. هندونه بردارم. هندونه بردارم. این را عده گیری من دو دستی هندونه بردارم. بهترین مجری قیمت چیز بذارم اینجا. صدا رو بین. یعنی خوبه. نمیدونم. ولی صداشو که دوست داشتم بده من. بهترین مجری مهران مدیری. آره. بعد یه اتفاق جالبی که افتاده از عرصه بازیگری، حالا مهران مدیری خوش بازیگر و تاپ شو اینا بود. هژمان بازقی اومده یه برنامه داره اجرا میکنه. خوب. به نام کودکشو، کوکشو، نمیدونم چیه. ببین من اجراشو میبینم حظ میکنم. اصلا انگار این بچه موجی دنیا اومده از عالم بازیگری. من نیدم. خیلی خوبه. ارتباطش با شرکت کننده، ارتباطش با دوربین، نگاهش تو لنز، بادی لنگویجش، همه چیش عالی. خیلی خوبه پژمان. مثلا اینجوری دیده فرما میرسونیم. هلو. ما حساب کنیم. زولف منه که خب امید، چی خیلی میره رو مخت؟ عزیزت کردم. خوشتیب ترین آدم واسه تو چه زنده چه؟ حالا اگه کسایی که بین ما نیستن کیه؟ چی؟ خوشتیب ترین آدم. ها خوشتیب؟ زنده یاد محمد علی فردین. نه؟ خیلی هنوز نیومده رو دستش. آره واقعا ماشاءالله. قد چش ابرو ماشاءالله. خدا بیامرزه روحش شاد. عجیب ترین شایعه‌ای که تا حالا در مورد خودت شنیدی؟ عجیب زیاده. کدومش؟ ازدواج من با تیام. آخه چرا؟ یعنی چی جوری به همچی چیزی به ذهنشون رسیده؟ آخه حالا ببلش کن، اصلا سر بحث باز نمی‌کنم. آره در همین حدی که شایعه. آره. خیلی عجیب بود. اگه میتونستی یه قدرت خاص داشته باشی میخواستی چی باشه؟ نامرئی بشم. آره دوست دارم. همینا دوست دارن. چرا؟ آخه میری یه جایی که بعد الان مثلا یه سری دوست ندارن، ما مثلا بریم بیایم نامرئی میشیم میریم میایم. خطرناک‌ترین کاری که تو عمرت کردی؟ لب دیوار حیات با دوچرخه سواری کردم. بهت میاد خیلی شیطون بوده باشی؟ بچه بیچاره مادرم. خودم من معذرت میخوام ازتون. چیه اینا؟ اصلا بچه نبودم، من اجدها بودم. مامانم اختیار تام داده بود به مدیرمون. انقدر من میرفتم مدرسه صبح
مثلا یه رو 20 دقیقه بعد از من زنگ زدم مثلا خانم خیلی تشریف بیارید مدرسه آقا سرتون دست گل باب داده دیگه انقدر بنده خدا اومده بود به مدیرمون اختیار تا گفت تو رو خدا زنگ نزنید نه اینم مثلا پسر خودتون هر فکر کنید درسته باهاش برخورد کنین عزیزم عجیب ترین خاطره که از یکی از طرفدارات داری کجا بود آها پارتی رادیو جوان بود تو لندن دوستان لطف کردن دعوت کرده بودن ما هم رفتیم گلاب بروت رفتم دستشویی دستشویی آقایون هم که دیدی که سرپایی همه بغل هم قطاری وای میستن من همینجوری مشغول کار سرگرم خودم بودم یکی اومد اینجوری گردنمو گرفت یه سلفی تو دستشویی شوخی میکنه به جون خود حالا بک‌گراند چی بود کاشی توالت و سیفون و یکی داشت تو آینه موهاشو درست میکرد خیلی ناراحت و عصبانی شدم جدی گرفتم گوشیشو عکسو پاک کردم دادم دستش این یکی از عجیب ترینا بود واقعا آخه خب آهنگی که برای تو خیلی خاطره زنده میکنه خیلیه که حالا یکیشو که بتونیم الان گوش بدیم هم لذت ببریم الان گوش بدیم اوه سخت کردی کارو که بله خب یه آهنگی خیلی برای من خاطره زنده میکنه هفت شهر عشق فرامرز اصفهانیه بله الان برات بذاریم گوش بدیم منتظر باش منتظرم من بخونم خودش هنو نخونده من چجوری بخونم وقتی خون فرامرز بخون آقا فرامرز سالها رفتند و من دیگر ندیدم به به سروری نه قراری نه بهاری نه عاشق فرامرز خیلی خوب جنتلمن به تمام معناست به دنبالش از آن همه گذشته یادگاری نه